نساء هن للطهر علامة، وهن على جبين الدهر شامة، وزوجات لخير المرسلين، سلاما أمهات المؤمنين، وزوجات لخير المرسلين، سلاما أمهات المؤمنين. نساء هن للطهر علامة، وهن على جبين الدهر شامة، وزوجات لخير المرسلين، سلاما أمهات المؤمنين، وزوجات لخير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران رسول الله صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و صحابه گران قدرشون. همچنان با شما گذر خودمون و مسیر خودمون رو ادامه میدیم در بررسی گوشه هایی از گلستان زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم و سومین همسرشون، عزیزترین همسرشون در مدینه منوره، عایشه صدیقه، صدیقه بنت صدیق، محبوبه حبیب الله صلی الله علیه و سلام. در مدینه منوره جنگ خندق یا همون جنگ احزاب، جنگ بسیار سختی بود بر مسلمین. اکثر مسلمانان در این جنگ شرایط بسیار مشکلی را پشت سر می‌گذاشتند. مشرکین 10,000 نفر جمع شدند، آمدن و در ورودی شهر مدینه از سمت شمال غربی که تنها منفذ دخولی شهر مدینه است جمع شدن و قصد دارن تا این دفعه ریشه کن کنن مسلمین. از همه جا اومدن، حزب‌های مختلف با هم جمع شدن و به همین خاطر جنگ احزاب اسم گرفت و مسلمین در مقابل این لشکر تا به توان نداشتن. واقعیتش مسلمان ها عددشون از 3,000 نفر تجاوز نمی کرد. به همین خاطر حربه اندیشیدن تا به پیشنهاد سلمان فارسی رضی الله عنه خندقی بکنن به طول حدود 2 کیلومتر تا مانع دخول اونها به این محبت یعنی مدینه منوره بشن. به همین خاطر این جنگ خندق هم نامیده میشه، جنگ احزاب یا جنگ خندق، به اعتبار مسلمین خندق و به اعتبار کفار احزاب. در این جنگ بانوان مسلمین اکثر اونها به همراه فرزندان و کودکان در قلعه هایی که از مسلمین در مدینه بود رفته بودند و من جمله قلعه اصلی قلعه بود که از حسان بن ثابت رضی الله عنه بود و امهات المؤمنین و اهل بیت رسول صلی الله علیه و سلم هم در این قلعه هستند. در این قلعه ام المؤمنین عایشه هم هست و روزگار سخت رو میگذرونن. روزهای سختی حدود 1 ماه طول میکشه از ابتدای شروع محاصره تا لحظه آخر و در این روزها این روزگاران سخت سپری میشه و سرانجام الله تعالی طوفان میفرسته و لشکر مشرکین تمام خیمه ها و چادرهاشون به هم میرزه و بعد از انتظار طولانی فرار میکنن و میرن. در آیات سوره احزاب وقتی که نازل شد درباره این قضیه، در آیه 6 یک نکته بسیار مهم مرتبط به همسران رسول صلی الله علیه و سلم هست و اون
موضوع یک لقب عظیم و اعطای این لقب به تمامی همسران رسول صلی الله علیه و سلم و یک مدال افتخار، من جمله عایشه صدیقه که محبوب ترین همسر رسول صلی الله علیه و سلم در اون روزگار است. علیه متعال در آیه ششم خطاب به مؤمنین فرمود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از جان و مال مؤمنین به اونها عزیزتره و باید اینطور باشه و باید یک مسلمان یک مؤمن رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از جان و مال خودش و زندگی خودش و از فرزندان و خانواده خودش بیشتر دوست داشته باشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانهای اونها به اونها نزدیکتره و عزیزتره و اولاتره. عزیزترین سرمایه وجود هر شخص جان اون خودشه، بعد میره سراغ دیگر در حالت فطری و عادی. وقتی که از جان به اونها عزیزتره، به طریق اولا از پدر و مادر، از فرزند و همسر، از دوست و آشنا، از مال و مقام و از دنیا اولاتره. عزیزترین سرمایه وجودی مؤمنین وقتی که ایمان آوردن برای اونها رسول صلی الله علیه و سلم بعد از ایمانشون. در ادامه الله مطال وقتی که جایگاه رسول صلی الله علیه و سلم رو معرفی کرد برای امت و تثبیت کرد هر آنچه که به رسول صلی الله علیه و سلم مرتبط میشه الان اونها هم یک قداست پیدا میکنن، یک درجه و مقامی پیدا میکنن و مهمترین چیز همسران رسول صلی الله علیه و سلم. در ادامه همین آیه الله تعالی فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانها و مالهای و زندگی مؤمنین برای اونها عزیزتره و ازواجه امهاتهم، و همسران رسول صلی الله علیه و سلم مادران مؤمنانند و ازواجه امهاتهم، بلا استثناء تمام همسران رسول صلی الله علیه و سلم رو الله تعالی می‌فرماید امهاتهم مادر مؤمنانند. اگر مؤمنی وجود داره تمام همسران رسول صلی الله علیه و سلم رو باید مادر خودش قبول بکنه. مؤمنین در قرآن کریم کاملترین انسان‌ها در ایمانن. در ابتدای سوره مؤمنون الله تعالی صفات مؤمنون رو وقتی که بیان میکنه اینها کسانی هستن، انسان وقتی که لقب مؤمن شایسته او شد یعنی بالاترین درجه و مقام رو داره در بین مسلمین. این انسان‌ها الان تمام همسران رسول صلی الله علیه و سلم مادر اینها هستن و جای مادر اینها رو دارن. احترام مادر برای تک تک فرزندان واجب. مادر به گردن تک تک فرزندانش حق داره، الان خصوص مادری که باز مادر ایمانی هم هست، مادری که الله تعالی اون رو انتخاب کرده برای ما. و ازواجه امهاتو، این یک مدال افتخاره، این یک برگ زرین در زندگی تمام همسران و رسول صلی الله علیه و سلم. و من جمله چون داستان حکایت ما ام المؤمنین عایشه است، عایشه صدیقه، به همین خاطر ما همیشه وقتی که نام یکی از همسران و رسول صلی الله علیه و سلم ذکر میشه میگیم ام المؤمنین، مادر مؤمنان. و اگر کسی حاضر نیست که یکی از همسران و رسول صلی الله علیه و سلم رو هم مادر خودش فرض بکنه، خودش با دست خودش حکم میکنه به کافر بودن خودش. چون الله تعالی فرمود مؤمن باید اعتراف کنه که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم همه بلا استثناء مادرشن، و اگر کسی قبول نداره که یکی از این همسران مادرش هست یعنی اینکه خودش مؤمن نیست، چون اینا که مادر مؤمنان هستن، الله تعالی گفت اینها مادر مؤمنانن. اگه کسی میگه عایشه مادر من نیست، خب ما که نمیتونیم نعوذ بالله بیایم آیه قرآن انکار بکنیم که بگیم نه عایشه مادر مؤمنان نیست، غیر مستقیم
مجبوریم حکم بکنیم به کفر اون طرف. تو کافری که مادرتو نیست، اگه مؤمن می بودی که مادرت بود، چون الله می فهمد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم. این لقب دیگه افتخاره برای عایشه صدیقه، برای حفصه رضی الله عنها، برای ام المؤمنین سوده، برای ام المؤمنین زینب بنت جحش، زینب بنت خزیمه، ام سلمه، صفیه، جویریه، ماریه، همه این همسران رسول صلی الله علیه و سلم، ام حبیبه رمله رضی الله عنهن اجمعین، همه اینها این افتخار رو دارن. همه همسران رسول صلی الله علیه و سلم این لقب از طرف الله متعال به اونها اعطا شد که مادر مؤمنان باشن. اعطای این لقب به خاطر چی هست؟ به خاطر است که اینها به مانند دیگر انسان ها نیستن. در همین سوره احزاب باز الله متعال فرمود که یا نساء النبی لستنک احد من النساء. آیات مختلفی در این سوره خطاب به همسران رسول صلی الله علیه و سلم، ای همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم، شما به مانند هیچ زن دیگه‌ای در دنیا نیستید، چون همسر هیچ کسی به مانند اینها نیست. چون الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، زنان پاک از برای مردان پاکن و مردان پاک از برای زنان پاک. چون هیچ کسی مثل همسر اینها نیست، مثل رسول صلی الله علیه و سلم، هیچ کسی مثل خود اینها نیست. اینها اون کسانی هستن که الله تعالی اینها رو لباس تن رسول صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد. خود الله متعال میفهمد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. اینها همسر شما لباس تن شماست و شما لباس تن همسرتون. الله متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم لباس انتخاب کرده و این بزرگواران هستند. اینها لباس تن رسول صلی الله علیه و سلم هستند. اینها ناموس رسول صلی الله علیه و سلم هستند. اینها اون سرمایه رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره، در اون شرایطی که این همه فشارها، لشکرها، حزبها، احزاب جمع میشن تا بر علیه رسول صلی الله علیه و سلم بجنگن، در خلال آیاتی که در جهاد صحبت میکنه، از احزاب صحبت میکنه، یک دفعه میبینیم که بحث همسران رسول صلی الله علیه و سلم مطرح میشه. و این نشانه به این داره که نه تنها در جنگ ها، در دعوت، در رسالت نقش صحابه رسول صلی الله علیه و سلم پررنگ و مهمه، که نقش لشکر دیگری که شاید زیاد به اونها توجه نشده، نقش یاران دیگری که در داخل خانه هستن پررنگه. نقش همسران رسول صلی الله علیه و سلم، نقش مادران مؤمنین، نقش اون کسایی که به مانند دیگران نیستن، نقش اون کسایی که در همین سوره باز فرمود که شما آیات کلام الله رو، احادیث پیغمبر رو، کلام رسول صلی الله علیه و سلم و سنتش رو در خانه ها یاد بگیرید و به دیگران تعلیم بدید. اینها اون نیروهایی هستن که ببینید با محبت خودشون، با لطافت خودشون، با درایت خودشون، با حکمت خودشون سعی میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تقویت کنن، روحیه بدن، نصرتش کنن با تمام وجود، تا در فضای خارج خانه بهتر بتونه به رسالتش بپردازه وقتی که داخل فضای خونه میاد. و ما میبینیم که رفتار رسول صلی الله علیه و سلم با این بزرگواران چقدر رفتار عجیبی است و چقدر به اینها احترام میگذاره و محبت میکنه. و علل خصوص در رأس اینها ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها. روایت رو مادر مطرح می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی در مسجد معتکف بودن و جز برای حاجت انسانی از مسجد خارج نمی شدن و من کنار در مسجد که داخل حیات خانه رسول صلی الله علیه و سلم و مادران مؤمنان باز می شه نشسته بودم، در حالی که در عادت ماهانه بودم نمیتونستم داخل مسجد برم و رسول صلی الله علیه و سلم سر مبارکشون رو از دیوار مسجد بیرون کرده بودن، از این در آورده بودن این طرف و من
سر نازنین رسول صلی الله علیه و سلم رو میشستم و خوش میکردم و شانه میکردم. و ایشون رو در روایات دیگری هست که مادر عایشه عطر میزنن و رسیدگی میکنن. اینها نمونه ای از توجه مادرمون عایشه در جمع مادران مؤمنین هست به رسول الله صلی الله علیه و سلم. در عبادت ها باشون شریکن. اینا شاگردای مکتب رسول صلی الله علیه و سلم هن. چرا الله متعال اینها رو مادر مؤمنان میدونه؟ چون خودشون در ایمان اینها به بالاترین درجات رسیدن. اینها در عبادت همگام با رسول صلی الله علیه و سلم پیش میرن. آیات و قرآن رو حفظن. هر امری که رسول صلی الله علیه و سلم انجام میده در وهله اول خودشون انجام میدن. عبادت میکنن. شب زنده داری دارن. اینها در تمام آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگران رو تشویق میکنه پیشگامن. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد به اعتکاف نشستن و مادر عایشه هم اجازه خواست تا رسول الله صلی الله علیه و سلم بهشون اجازه بده که در اعتکاف شرکت بکنن داخل مسجد. مادر میفهمد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر ماه رمضان اعتکاف می نشستن و بعد از نمازها وقتی که اعتکاف بودن می رفتن داخل یک خیمه کوچکی که یک گوشه ای از مسجد درست شده بود و اونجا مشغول عبادت می شدن. خارج نمی شدن از مسجد. منم اجازه خواستم. به منم اجازه دادن. یک خیمه که برای من هم اون گوشه زدم. مادر عایشه می فهمد خبر رسید به حفصه. ام المؤمنین حفصه هم خبر شده. ایشون اومد یک خیمه زد. خبر رسید به ام المؤمنین زینب بنت جحش. ایشون اومد یک خیمه دیگه اونجا. الان این خیمه ها شده 4 تا. رسول الله صلی الله علیه و سلم از خیمه خودشون خارج شدن، دیدن که 4 تا خیمه است. پرسیدن حکایت چیه؟ اینها چیه؟ یکیشو که خبر داشتن خودشون اجازه دادن با عایشه صدیقه، دوتای دیگر رو خبر ندارن. عرض شد که یا رسول الله اینها مال مادران مؤمنین، مال همسران شماست. یکی رو به طلب حفصه است، یکی مال زینب است. حضرت علیه السلام فهمود که به خاطر چی این کار میکنن؟ آیا به خاطر تقوا و پرهیزگاری است؟ سوال کردن. بعد لحظه مکس کردن، فرمودن که همه اینا رو جمع کنید، نبینم اینا رو. حتی خیمه خودشون هم جمع کردن و مادر عایشه میفهمد که اون لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد همه خیمه رو جمع کنن و حتی خودشون هم اعتکافشون رو بر کردن و در شوال اومدن و به اعتکاف نشستن. همسران رسول صلی الله علیه و سلم من جمله عایشه صدیقه الان دوست داره تا حتی در اعتکاف با رسول صلی الله علیه و سلم باشه، در عبادت هم با ایشون باشه، بقیه همسران هم همینطور. اما اینکه رسول صلی الله علیه و سلم منع کردن، شاید از این نگران بودن که این مسیر ادامه پیدا کنه، الان همسران دیگه هم بیان، الان اهل بیت بقیه هم خبر میشن، همسران صحابه هم میان، این مسجد پر میشه دیگه، جای برای مصلین و نمازگزاران نمیمونه. و امر کردن که این خیمه ها جمع بشه. در عبادت ها شرکت میکردن، در نماز و در روزه شرکت میکردن. عمرمانی ناشی میفهمد که من شبی از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدم یا رسول الله، این شب قدر رو اگر من درک کردم چی بگم؟ خود این سوال نشان از حب مادر عایشه رضی الله عنها به ایمان داره، حب ایشون به عبادت داره، حب ایشون به کسب فضیلت شب قدر داره که از 1000 ماه بهتره. نحوه سوال پرسیدن حتی نشان از ذکاوت و هوش هم داره. یا رسول الله،
اگر من شب قدر رو درک کردم چه دعایی بکنم؟ اینها شاگردان مکتب رسول صلی الله علیه و سلم سوال میپرسن، یاد میگیرن تا یاد بدن به امت همون چیزی که الله تعالی از اونها خواسته. رسول صلی الله علیه و سلم بهشون فرمود که شما اینطوری بگو: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. این دعا رو مادر عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد گرفتن و با امت تعلیم دادن. حب مادر عایشه به ایمان و اسلام سبب می شد تا از خبر اسلام کسانی که ایمان می آوردن هم خوشحال بشن و شاید در اون حال و هوا بیشترین چیزی که ایشون رو خوشحال کرد خبر ایمان برادرشون عبدالرحمن بود، برادر تنی مادر عایشه، از ام رومان مادرشون و از ابوبکر صدیق رضی الله عنهم اجمعین. عبدالرحمن برادر ام المؤمنین عایشه تا اون لحظه ایمان نیاورده بود، تا سال حدوداً ششم در اوایل هفتم در فتح حدیبیه، بعد از فتح حدیبیه عبدالرحمن ایمان آورد و یقیناً خبر اسلام برادر که آخرین بازمانده خاندان ابوبکر بود که ایمان نیاورده بود بسیار خوشحال کرده هم ابوبکر صدیق رو، هم عایشه صدیقه رو و هم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که به حال برادر خانومشون هست و پسر ابوبکر هست و بعدها در غزوات شرکت کرد و رشادت ها نشون داد از خودش. خبر اسلام عمرو بن عاص، خبر اسلام خالد بن ولید، خبر اسلام ابوالعاص بن ربیع که اون هم در همین حواله، اینها همین چند نفر همه در نزدیکی های هم ایمان آوردن بعد از فتح حدیبیه و صلح حدیبیه. خبر اسلام ابوالعاص بن ربیع داماد رسول صلی الله علیه و سلم، شوهر زینب، زینبی که در کنار عایشه صدیقه به صورت روزانه، زینب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم که روزانه ایشون رو میدید و منتظر بود تا کی همسرش ابوالعاص ایمان بیاره و برگرده و بازگشت ایشون و ازدواج دوباره با زینب رضی الله عنها، از جمله اتفاقاتی بود که در سالهای ششم به هفتم سبب خوشحالی مادر عایشه رضی الله عنهاست. ایمان این بزرگواران و ایمان این کسانی که واقعا خدمت کردن به امت و سبب نصرت و پیروزی های فراوان شدن باذن الله تعالی برای جامعه اسلامی. از اتفاقات تلخی که برای مادرمان عایشه افتاد در این سالها، سالهای قبل از فتح مکه، وفات مادر مادرمان ام رومان همسر ابوبکر صدیق بود. ام رومان مادر عایشه صدیقه رضی الله عنهما که از اوایل مسلمین بود در مکه مکرمه، از همون روزهای اولی که ابوبکر صدیق ایمان آورد ایشون هم ایمان آورد و مادر عایشه صدیقه است و مادر عبدالرحمن. ام رومان ایمان داشت، هجرت کرد، آمد به مدینه منوره و در هجرت با ام المؤمنین سوده همراه بود. در مدینه منوره وقتی که ام رومان رضی الله عنها از دنیا رفت، یقیناً برای مادرمان عایشه خاطره تلخی بود. وفات مادرش، وفات مادر برای هر کسی تلخ و سخته. ام رومان بانوی بزرگواری بود که شرف هجرت رو داشت، شرف تقدم در اسلام رو داشت. این شرف برایش بود که پدر خانم رسول الله، مادر خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه در کنار شوهرش که پدر خانم رسول صلی الله علیه و سلم بود. اگر برای ام رومان هیچ شرفی هم نمی بود، همین که از اولین کسانی بود که ایمان آورد براش بس بود. اگر هیچ شرفی هم نمی بود، همین که دختری به مانند عایشه صدیقه محبوبه رسول صلی الله علیه و سلم رو تربیت کرد براش بس بود. ام رومان وقتی که از دنیا رفت
مادر خانم رسول الله صلی الله علیه و سلم، مادر عزیزترین همسر رسول صلی الله علیه و سلم، حضرت علیه السلام برایشون نماز خوندن و ایشون رو در بقیع دفن کردند نزدیکان و بستگانش. حضرت علیه السلام برای ایشون دعا کردند، دعای خیر کردند و به نیکی از اونها یاد کردند. و در روایتی فرمودند که اگر کسی دوست داره به حوری از حورهای بهشتی نگاه بکنه، به ام رومان نگاه کنه، ام رومانی که در زندگی سختی ها تحمل کرد به خاطر دین، به خاطر هجرت، ام رومانی که در جریان تهمت به دخترش خیلی سعی کرد تا دخترش رو دلداری بده و حمایت بکنه، و از تلخترین خاطرات زندگی ام رومان اون تهمتی بود که به خاندانشون و به دختر پاکش زده شد. واقعه وفات ام رومان مادرمان عایشه صدیقه رضی الله عنها از خاطرات تلخی بود که در حول و حوش فتح مکه مکرمه برای مادر عایشه صدیقه خاطره خوشی نبود. وفات رقیه در سال دوم اتفاق افتاد، دختر رسول صلی الله علیه و سلم، و بعد از اون وفات ام کلثوم، اون هم دختر رسول صلی الله علیه و سلم، خاطره تلخی بود برای مادرمان عایشه صدیقه که در همون سالهای فتح مکه اتفاق افتاد. و بعد از اون باز وفات زینب دختر اول رسول الله صلی الله علیه و سلم از خاطرات تلخی بود که ام المؤمنین عایشه صدیقه در زندگی خودش تجربه کرد. اجازه بدید که در برنامه بعدی همچنان ادامه بدیم زندگی مادرمان عایشه صدیقه رو، بررسی زندگی ایشون و ورق زدن برگهای دیگری از دفتر زندگی زرین ام المؤمنین عایشه صدیقه، صدیقه بنت صدیق، محبوبه حبیب الله صلی الله علیه و سلم، اون کسی که الله تعالی برای دفاع از اون آیه نازل کرد در قرآن کریم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم، و در برنامه بعد انشاءالله مسیر خودمون رو همچنان ادامه خواهیم داد. نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة وزوجات لخير المرسلين سلاما أمهات المؤمنين.